درود به همه شما ورزشتیوبی های عزیز و دوست داشتنی. با گذشت چند روز از شکست مفتزهانه تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل آمریکا و حذف از جام جهانی قطر، ظاهرا همچنان سوزش ارزشی ها از پایین تا بالا تا شخص خامنه ای و دلقک مخصوصش توی کیهان یعنی شریعت مداری خوب نشده. کیهان دوباره با تیتر عجیب از شکست مقابل آمریکا خودش رو مضحکه خاص عام کرد. کیهان برای عملکرد تیم فوتبال جمهوری اسلامی در قطر نوشت: سربلندی ملت و تیم ملی ایران و شکست حقارتبار وطن فروشان. سرتون رو درد نیارم، فقط داشتم به این فکر میکردم اینا اگه از گروهشون صعود میکردن چه تیتری میزدن. حتی تصورشم برام سخته. وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال و بازیکن فعلی فولاد اولین پست اینستاگرامیش بعد از آزادی از بازداشت رو منتشر کرد. وریا توی این پست نوشت: ممنون از همه عزیزانی که پیگیر وضعیت بنده بودن. وریا تاکید کرد که فقط توی اینستاگرام فعالیت داره و هیچ فعالیتی در توییتر نداره. داوود رکابی برادر الناز رکابی با انتشار عکسی از خراب شدن خانباغ خانوادگیشون توسط جمهوری اسلامی نوشت: عدالت کجایی؟ ما که نگفتیم سایزش چنده و رنگش بریخته. زندگی به تن ما فری سایزه. هر چی داد پوشیدیم. غم بود، خنده بود، تلخ بود یا حتی اگه زهر بود. اما قطری ها امروز یه پرده جدید از میزان حرومزادگیشون رو به همه دنیا نشون دادن. فقط یک روز بعد از حذف تیم فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی 2022، قطر در بیانیه اعلام کرد ورود بنرهای حمایت از اعتراضات ایران به ورزشگاه‌های این کشور مجازه. این در حالیه که تا همین چند روز قبل ایرانی ها رو به خاطر پوشیدن تیشرت با شعار زن زندگی آزادی به این صورت مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار میدن. حمایت‌های قطر از جمهوری اسلامی باعث شده بود تا این کشور تنها نقطه‌ای از دنیا باشه که طرفداران رژیم جمهوری اسلامی جرأت خودنمایی توش پیدا کنند. امروز یک کلیپ خیلی عجیب از مزاحمت یکی از خبرنگارای رسمی صدا و سیما در قطر برای خانواده‌ای که عکس علی کریمی رو به همراه داشتن دیدم که هنوزم نمیتونم باورش کنم. چرا از ما فیلم میگیری؟ برای چی از ما فیلم میگیری؟ برای چی از ما فیلم میگیری شما؟ ماشاءالله بزنم میگم بزنید. برای چی از ما فیلم میگیری؟ برای چی فیلم میگیری؟ اما از امروز انقلاب بزرگ ملت ایران بر علیه جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شد. فازی که به نظرم میتونه آخرین مرحله پیروزی باشه. با وجود اینکه قوه قضاییه داره یکی یکی مخالفین جمهوری اسلامی رو به اتهام محاربه به اعدام محکوم میکنه و خامنه ای کاملا مطمئن بود که با این جنایت معترضین ایرانی میترسن و دست از مبارزه برمیدارن، امروز کمپین مخالفت علنی با جمهوری اسلامی توسط مردم ایران آغاز شد. اولین کسی هم که این کمپین رو شروع کرد ارژنگ مرتضوی، فرزند عبدالرسول مرتضوی بود. فرزند همون جانباز با شهامتی که به خاطر صحبت‌های انتقادی صریحش خطاب به خامنه ای به زندان طولانی محکوم شد. درود بر ملت شریف ایران. من ارژنگ مرتضوی هستم و می‌خواستم از همگان دعوت کنم که در کمپین مخالفت علنی شرکت کنید. جمهوری اسلامی قصد داره با ترسوندن ما به حکومتش ادامه بده. ما در این کمپین نشون میدیم که ترسی از حکومت نداریم و به دنبال آزادی هستیم. ما خشونت طلب نیستیم، ما حقمون رو میخوایم. رمز موفقیت ما مخالفت علنیه. ما به صورت انفرادی یا جمعی مقابل دورمی قرار میگیریم و آشکارا نظر خودمون رو راجع به حکومت بیان میکنیم. من در کمپین مخالفت علنی شرکت میکنم. من ایرانیم،
من مخالف جمهوری اسلامی هستم. ما به کمپین مخالفت علنی می پیوندیم. ما ایرانی هستیم. ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم. فراگیر شدن و گسترش این کمپین میتونه کمر جمهوری اسلامی رو برای همیشه بشکنه. کمپینی که همین الانم داره با سرعت رشد میکنه و مطمئنم به زودی چهره های معروف و سرشناس ایرانی و مردمی هم به این کمپین خواهند پیوست. زنده باد انقلاب 1401. من هم به کمپین مخالفت علنی با جمهوری اسلامی میپیوندم. من ایرانی ام، من مخالف جمهوری اسلامی هستم. از همه هموطنان خواهش میکنم که هر چه سریعتر به این کمپین بپیوندید و مخالفت خودتون رو به صورت یک ویدئوی کوتاه و علنی با جمهوری اسلامی اعلام کنید و همه دست به دست هم بدیم با اعتراض و اعتصاب این حکومت بچه کش جنایتکار اشغالگر ضد ایرانی رو سرنگون کنیم. اما میخوام به افتخار شجاعت همه کسانی که به این کمپین میپیوندن یک کلیپ از اجرای زیبا و هنرمندانه آهنگ برای توسط ملینا دختر شادمهر عقیلی رو براتون پخش کنم تا تماشا کنید و از تکثیر انسانیت بین مردم ایران لذت ببرید.